در نصیحت کردن یا ادب دوم مهربانی و مهرورزی و نرم خویی است، چون خود نصیحت تنده، سخت پذیرش اون، ولی ما در لفافه ای از نرم خویی، مهرورزی، لبخند، رعایت ادب میتونیم چقدر زیباش بکنیم که طرف بپذیره. و من فکر نمی کنم در این زمینه بهتر از این قضیه و داستانی که در قرآن هم بهش اشاره شده در باب نرم خویی زمان نصیحت، ما بتونیم بهتر از این دیگه داستانی، قصه‌ای، واقعیتی رو پیدا بکنیم. امام غزالی رحمه الله در همین راستا، چون نظر امام غزالی اینه که اصلا نرم خویی در حین نصیحت الزامی است، لازمه و واجب نصیحت گوست که رعایت بکنه، میگه از دلایل وجوب بر رفق و نرم خویی در نصیحت اینه که روزی از روزها مردی اومد خدمت مأمون خلیفه عباسی، یه خلیفه بود، این مرد من باب نصیحت رو کرد به مأمون و نصیحت کردن، ولی با تندی. حالا بعضی وقتا افراد ممکنه طبعشون این گونه هست، وقتی حرف میزنن با یه حالتی از تندی، غلظت، و بعضی احساس میکنن که نه، چون غیرت دینی دارن، من باب غیرت بر دین و دفاع از دین طرف رو میکوبن با داد زدن، فریاد کشیدن، کلمات تند، توهین کردن. مهم اینه که با تندی مأمون رو نصیحت کرد. مأمون معروف در تاریخ، آدم خیلی عاقلی بود. مأمون عباسی هم اهل علم بود و هم یک انسان بسیار خردمند، معروف به قدرت و توانمندی بالای عقلانی او. و همین هم بود که خب وقتی دچار این مشکل شد که در رابطه با اعتقاد اعتزالی که قرآن مخلوق پذیرفت، خود وارد عملم میشد گهگاهی و با عقل و دلائل عقلانی مبارزه میکرد با علما که میگفتن نه، قرآن کلام خداست. حالا یه مسئله کلامی و اعتقادی است که بحثش به جای خودش میمونه. مهم اینه که آدم خیلی خردمندی بود. ناراحت نشد رو اون مرد که این مرد، من خلیفه ام، چرا اینگونه با من حرف میزنید؟ میدونید بهش چه گفت؟ خیلی جالب گفت ای مرد، نه تو بهتر از موسی علیه السلام و هارون هستی و نه من بدتر و شریرتر از فرعونم، در حالی که الله عز و جل وقتی موسی و هارون علیه السلام رو فرستاد پیش فرعون، میدونید بهشون چه گفت؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خیلی جالب، قانعش هم کرد، مردم تسلیم شد. کدوم انسان مؤمنی است که در برابر این استدلال بسیار قوی و جالب و زیبا تسلیم نشه؟ گفت ای مرد، تو از موسی و هارون که بهتر نیستی، منم که هرچی باشم مسلمونم، از فرعون که بدتر نیستم. وقتی الله عز و جل با اون عظمتش پیغمبرانش، بلخص موسی که اولوالعزمه و هارون، دو تا پیغمبر رو بهشون مأموریت میده که برید پیش فرعون. حالا فرعون کیه؟ فرعون کسیه که ادعای ربوبیت میکنه، ادعای الوهیت میکنه، ادعا میکنه من خدایم، من ربم، من الهم. ادعای بالاتر از این هست؟ استکبار و تکبری بالاتر از این و بدتر و زشتر از این انسان میتونه داشته باشه که خودش رو همقد خدا بدونه؟ ولی با وجود این الله عز و جل بهشون چه میگه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، او طغیان کرده، طغیانگر است، در گناه و فساد از حدم گذشته، اسراف در گناه. ولی فقولا له قولا لینا، اما وقتی اونجا رفتید شما دو نفر پیش فرعون بهش توهین نکنید، نیش نزنید، سرکوفتش نزنید، با تندی و درشتی و دعوا و سر و صدا باش برخورد نکنید، نگید شما چقدر
آدم پررویی هستید، جسوری هستید، همچه تعدی کردید، ادعای خدایی میکنید، نه، فقولا له قولا لینا، با نرم خویی با او سخن بگویید. لین چرا؟ چون هدف مگر چیه؟ هدف خرد کردن فرعون نیست، هدف نجات فرعون است. انسان دلسوز و غمخوار هر انسانی باشه، من جمله برادر مؤمنش، هدف رهایی فرعون از آتش دوزخ و جهنم است، رهایی او از خشم و غضب و لعنت و نفرین رب العالمین است، نجات او از این طغیانگری است. حالا بهترین راه رو شما در پیش بگیرید برای نجات و رهایی و خلاص شدن او. فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، تا باشد که با رفتار درست شما، با نرم خویی شما، او پند و اندرزی بگیره، نصیحت شما رو قبول بکنه، ترس خدا در او به وجود بیاد. پس چقدر زیباست ادب نصیحت کردن اگر ما رعایت بکنیم. و اینو بدونیم، ما هر قد مقام داشته باشیم، هر قد منطقمون منطق مستدلانه باشه، قوی باشه، عالم باشیم، دانشمند باشیم، هر کی باشیم، اگر در نصیحتمون رفق و مهربانی نباشه، شخصیتمون، مقاممون، علممون نمیتونه تأثیر بگذاره اونقدر که رفق و مهربانی تأثیر میگذاره. همین بسه که الله عز و جل در مورد خلیل خودش محمد مصطفی علیه السلام میدونی چه میگه؟ پیغمبر علیه السلام با اون مقامش، با اون قدر و منزلت و جایگاهی که خداوند بهش داده، و یک مؤمن و مسلمان میدونه که او رسول خداست علیه السلام، بر من واجب سمع و طاعت داشتن و پذیرفتن حرف و سخن پیغمبر علیه السلام. ولی آیا پیغمبر علیه السلام با شدت و غلظت برخورد میکرد؟ میگفت که بله، مردم وظیفهشون قبول بکنن، هر گونه من باشون تعامل داشته باشم، چون من حق میگم، من بر حقم، من وظیفه رو، وظیفه الهی رو دارم انجام میدم. ابدا، به هیچ عنوان. چون انسان هر کی باشه با شدت و غلظت و خودبینی و توهین کردن و سرکوف زدن و نیش زدن به هیچ جا نمیرسه. اما الله عز و جل در مورد پیغمبر علیه السلام میفرمایند: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتی پیغمبر خدا علیه السلام میگه این رحمت و منت الله عز و جل بود که توی پیغمبر علیه السلام نرم خو شده بودید، نرم خو بودید، مهرورز بودید، مهربان بودید. اگر توی پیغمبرم علیه السلام خشن بودید، تند خو بودید، تند و برخورد میکردید، حتی با همه قدر و منزلت و مکانتی که دارید، مردم از دور برت دور میشدن، بهت نزدیک نمیشدن، حتی پیغمبر علیه السلام. پس ما کجا؟ لذا شیرین بکنیم، زیبا بکنیم نصیحتمون رو با اخلاص و با رفق. بازم آدابی هست برای خود نصیحت کردن که انشاءالله در جلسات آتی به اونها پرداخته خواهد شد. موفق و معید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.